به نام خداوند مهربان. بینندگان عزیز سلام، با برنامه نیم ساعته خبری ساعت 6 از خورشید خوش آمدید. امروز یک شنبه 26 حمل 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 15 اپریل سال 2018 میلادی. در نخست سرخط خبرها، کشته و زخمی شدن سه مرزبان کشور در درگیری با نظامیان پاکستانی، ناتوان پنداشتن حکومت در روند گفتگوهای صلح با طالبان، خواست احزاب سیاسی با فراهم شدن نقش نظارتی آنان در روند انتخابات، انتقاد از بی‌برنامگی حکومت در راستای انهدام پایه‌های برق از سوی طالبان و متجاوز دانستن برخی از کشورهای غربی در حمله به سوریه. من سید فرید صنایعی تا نیم ساعت دیگر میزبان شما هستم. در درگیری نظامیان پاکستانی با نظامیان افغان در ولسوالی جاجی میدان ولایت خوست، یک مرزبان افغان کشته شده و دو تن دیگرشان زخم برداشتند. منبع امنیتی که نمیخواهد از وی نام برده شود، با تلویزیون جهانی خورشید میگوید در این درگیری که صبح امروز آغاز شد، دو نظامی پاکستانی کشته، دو تنشان زخمی و دو تن دیگر آنان بازداشت شدند. اما وزارت دفاع ملی میگوید در این درگیری ها یک غیر نظامی افغان کشته و یک تن دیگر زخم برداشته است. ادامه تجاوزهای پاکستان بر خاک افغانستان. صبح امروز شماری از مرزبانان پاکستانی از کوه جندو وارد خاک افغانستان شده و میخواستند این سوی خط فرضی دیورند برایشان پاسگاه بسازند، اما با واکنش تند مرزبانان کشور و مردم ولایت خوست روبرو شدند. یک منبع امنیتی که نمیخواهد از وی نام گرفته شود و تلویزیون جهانی خورشید میگوید که در این درگیری یک مرزبان افغان کشته و دو تن دیگرشان زخم برداشتند. منبع می افزاید که مرزبانان پاکستانی نیز دو کشته و دو زخمی دادند و دو مرزبان دیگرشان از سوی نظامیان افغان بازداشت شده است. اما وزارت دفاع ملی آسیب رسیدن به نظامیان افغان را نمیپذیرد. این نهاد از کشته و زخمی شدن دو غیر نظامی در هنگام این زد و خورد ها خبر میدهد. پاکستانیا در نوار خط فرضی دیورند میخواستند تاسیسات را بنا بکنند، مردم محل با یا درگیر شدند و اجازه ندادند. جنگ شروع شده و در این جنگ پاکستانیا گریختند و از بعضی مناطقی که اونها قرار داشتن و به خاطر دفاع از خود به طرف مردم فیرای هوایی کردن. متاسفانه یک نفر از اهالی اون منطقه شهید شده و یک نفر زخمی، و در این زمان تعدادی از خود پاکستانی ها زخمی و کشته شدند که اینا زخمی ها و کشته های خود بردند. وارد شدن مرزبانان پاکستان در خاک افغانستان واکنش تند اعضای مجلس نمایندگان را نیز در پی داشته است. اگر حکومت افغانستان قاطعانه عمل بکنه، در پهلویش ما معاهده امنیتی با ناتو داریم و معاهده امنیتی با ایالات متحده امریکا داریم. اگر بندهای یا موادات موافقتنامه امنیتی و استراتژیک بین افغانستان و امریکا که صورت گرفته است این تطبیق شود، ما میتونیم در برابر پاکستان از امو امکانات استفاده بکنیم. نحوه مدیریت نظامی خود حکومت افغانستان است که ما تا هنوز متاسفانه برخورد قاطعی نداشتیم، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ نظامی. این بار نخست نیست که مرزبانان پاکستانی قصد وارد شدن به خاک افغانستان را کردند. پیش از این نیز چندین بار دست به انجام این کار زده و با واکنش تند مرزبانان افغان روبرو شده بودند. زمانبندی های غیر واقعی برای آغاز گفتگوهای صلح طالبان را نیرومند می سازد. شما را از آگاهان سیاسی و اعضای مجلس نمایندگان می گویند شورای عالی صلح با دادن مهلت برای آغاز گفتگوهای صلح ناتوانی خود را کتمان می کند. پراتون کو دو میاشتو که د زینو تحولاتو شاهد یو که په هغه تحولاتو باندې موږ موافق نسو، بیا دوهم پلان به هم د ملت د کور سره او د ملت د ټولو سیاسي قشرونو او اقشارو سره شریک.
این مهلت زمانی است که از سوی شورای عالی صلح برای آغاز گفتگوهای روند صلح با طالبان داده می شود. اما گاهان سیاسی می گویند شورای عالی صلح با چنین زمان بندی ها در صدد پوشانیدن ناتوانی این شورا و حکومت برای کشانیدن طالبان بر روند صلح است. مردم بی بزاحت ما در جاده ها توسط دشمنان مردم افغانستان توسط طالبان به خاک و خون کشانده میشن، ولی ما اندکترین پیشرفتی را در کار شورای عالی صلح نداریم. در سوی دیگر باورها بر این است تعیین که زمان بندی از سوی شورای عالی صلح فشار جهانی بر طالبان را کاهش داده و زمینه نیرومندسازی ساز و برگ نظامی این گروه را فراهم می سازد. این موضوع نشان می دهد که اینا طالبان را هرچه بیشتر پروبال بیشتر داده و برای اونها فرصت بیشتر می دهد که اینها خودشون را تجهیز بکنند و برایش دولت افغانستان بخنده. اما شماری از اعضای مجلس نمایندگان میگویند حکومت و شورای عالی صلح به جای زمانبندی هایی که طالبان به آن اعتنا ندارند بهتر است برای وضع تحذیرات بیشتر جهانی بر این گروه تلاش کنند. حکومت افغانستان مکلفیت داره که راه دیگر جستجو بکنه، که یک از راه میتونه که تشدید جنگ باشد، روی آوردن بر مردم باشد، تهدیدات جامعه جهانی باشد. این همه در حال بیان می شود که دیروز سفیر امارات متحده عربی در کابل نیز در دیدار با محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی گفته است کشورش برای آغاز روند گفتگوهای صلح افغانستان تلاش می کند. شماره از احزاب و جریان‌های سیاسی می گویند اگر حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات برای احزاب در انتخابات پیشرو نقش نظارتی ندهند، آنان همکاریشان را با این کمیسیون به تعلیق درآورده و انتخابات را تحریم خواهند کرد. شرح بیشتر از حسین راستمنش. نزدیک به 2 ماه پیش، بیش از 20 حزب سیاسی در نشست مشترک خواهان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی‌ها در اول میزان سال روان و دادن نقش نظارتی برایشان در روند انتخابات شدند. اکنون این احزاب میگویند که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات به پیشنهاد آنان توجه نکرده است. آنان تاکید می‌ورزند اگر حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات به پیشنهادشان اعتنا نکنند، این احزاب همکاریشان را با کمیسیون مستقل انتخابات به حالت تعلیق درآورده و انتخابات را تحریم خواهند کرد. نه جناب رئیس جمهور به او صحبت‌ها توجه کردند به او پیشنهادات ما و نه هم کمیسیون محترم انتخابات. گزینه‌های مشروع روی میز احزاب است. الا تعلیق همکاری، الا تحریم انتخابات که روی از این احزاب بس خود را دارد، در صورتی که تمکین نمیکنه حکومت و کمیسیون روی از اینا ما بس خواهد کردیم و موضوع خود را مشخص خواهد کردیم. در حالی که نزدیک به 6 ماه به زمان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی ها مانده است، این احزاب تاکید میورزند که به منظور جلوگیری از هدر رفتن رای مردم، نظام انتخاباتی باید به نظام رای قابل انتقال تغییر کند. برای تمامی باشندگان افغانستان، اهم از مهاجرین، بیجا شدگان داخلی و کسانی که در مناطق ناامن به سر میبرند، زمینه استفاده از حق رأیشان فراهم گردد. فراهم ساختن زمینه رایدهی برای بیجا شدگان داخلی، برگزاری انتخابات شفاف و به موقع و تعیین عادلانه مراکز رایدهی از دیگر خواستهای احزاب است. احزاب غواری چه یا اتاق ده نظارت ولری چه ده کمیسیون پکرون باند اشراف ولری. کچیر ته د کمیسیون په کړونو اشراف نه لري او نظارت نه لري. متاسفانه 2014 کال انتخابات تاسو ولیدل د تقلب نه ډاکو. این در حال است که روز گذشته روند ثبت نام رای دهندگان آغاز شد و قرار است انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی ها در 28 میزان سال روان برگزار شود. در دومین روز روند ثبت نام رای دهندگان هنوز حضور مردم کم رنگ است. شماره از واجدان شرایط رای دهی در انتخابات میگویند تقلب های گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته باور مردم را نسبت به این روند کم رنگ ساخته است. از سوی هم نهادهای ناظر انتخاباتی اطلاع رسانی نادرست کمیسیون مستقل انتخابات را عامل حضور نیافتن مردم در مرکزهای ثبت نام میدانند. زبیلا دورندش گزارش میدهد. ساعت 8 صبح است و کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات به مراکز ثبت نام آمدند تا روند ثبت نام واجدان شرایط رای دهی در انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی ها را آغاز نمایند. محمد بشیر که 18 سال سن دارد و دانش آموز سال آخر مکتب است، اشتراک در انتخابات را تضمینی برای آینده اش می داند.
دفعه زمین آمدیم که یک جوان هستیم که میخواهیم آینده ما را تضمین کنیم و یک هدف مطمئن ما می باشد که یک وکیل درست، یک شورای ولایتی درست برای ما باشد. ساعت 10:20 پیش از چاشت است. کارمندان این کمیسیون لحظه شماری می کنند تا واجدان شرایط به این مرکز آمده و ثبت نام نمایند. امروز خود ما می بینیم که اگر این روند خیلی کمرنگ و ضعیف است، دیگه این همه از همون 4 سال قبل که انتخابات دیگه خیلی یعنی خرابی های خود داشت، دیگه مردم اعتماد خود از دست داده و گفته می شود در بیشتر مرکزهای رایدهی در کابل حضور بانوان کمرنگ است. امروز دومین روز روند ثبت نام رای دهندگان است، روندی که با یک امید از سوی کمیسیون مستقل انتخابات آغاز شد. اما نسبت به مردان، بانوان کمتر در مرکزهای روند ثبت نام رای دهندگان آمدند. گفته می شود یکی از دلایل عمده کمرنگی مردم برمیگرده به تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 هجری خورشیدی. محمد هاشم که 50 سال سن دارد از خانواده ها می خواهد تا در این روند سهم بگیرند. اینمی یک پروسی ملی است، باید کلگی زن و مرد باید اشتراک کنه و کارت بگیره و آینده خود انتخاب کنه. اما نهادهای ناظر انتخاباتی اطلاع رسانی نادرست را عامل اصلی کمرنگ بودن مردم در روند ثبت نام انتخابات می دانند. اما توقع ما این بوده که آگاهی دهی اعتماد سازی بیشتر صورت بگیره و اساس آگاهی دهی و اعتماد سازی حکومت افغانستان است که متاسفانه حکومت چندان کارکردی نداشت تا اکنون. با این همه انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی‌ها قرار است در 16 میزان امسال برگزار گردد. بر بنیاد اعلام کمیسیون مستقل انتخابات از 25 حمل تا 25 ثور در مرکزهای ولایت‌ها، از 25 ثور تا 7 جوزا در مرکز ولسوالی‌ها و از 9 جوزا تا 22 جوزا در روستاها روند ثبت نام ادامه خواهد یافت. فراهم نبودن زمینه اشتراک در روند ثبت نام رای دهندگان برای شهروندانی که زیر حاکمیت طالبان به سر میبرند زمینه ساز تقلب و محروم ساختن آنان از یک روند ملی خواهد بود. اعضای مجلس سنا با ابراز نگرانی میافزایند حکومت باید زمینه اشتراک همه شهروندان کشور را در این روند فراهم سازد، اما نهادهای امنیتی از گرفتن تدابیر مشخص برای تامین امنیت مناطق ناامن سخن میزنند. احمد خالد نگزاد گزارش میدهد. همزمان با آغاز روند ثبت نام رای دهندگان در کشور، اعضای مجلس سنا از حکومت می‌خواهند زمینه اشتراک آن دست شهروندانی را که در نقاط ناامن و زیر حاکمیت طالبان زندگی می‌کنند فراهم سازد. پاتراب بخونه امکان نداره انتخابات باشه. بیا بدانه تخلوب راک صندوقونه تکولی او بخار کی بیا و بیره بچیر انتخابات شه انتخاباتو ساته میشه داو و حکومت باید دوی آمن برقرار کی ترسو اگه ولسون اخپل رای اخپل کندی تواچه بی. شمار دیگر از اعضای مجلس سنا باور دارند که بسیاری از شهروندان کشور در نقاط دوردست شناسنامه ندارند و آغاز این روند محروم ساختن برخی ها از یک روند ملی است. یا پیش از اینکه با تذکیره را تبدیل میکنن ثبت نام شروع کنن، وقتی که ثبت نام شروع کردی تذکیره نداشت باشه از چی ثبت نام میکنه؟ این پس هم کسایی که چهار تایی که اگر به سایه امن هم باشه خوب از هم بودم از همه حقی شرطی خود مرم میشه. باید اول تذکیره توضیح میشد، پروسه از او خلاص میشد، با روند ثبت نام شروع میشد. در همین حال رئیس مجلس سنا ضمن حمایت از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان تاکید میکند که نهادهای امنیتی باید امنیت مراکز را به گونه جدی بگیرند. دامنیتی مسئولین ما گفتن دارند که دفتران دغه مرکزونو او مجموع کې ټول مراکز د پاره د امنیت ساتلو لپاره بیت امدګي ولري او د خلکو لپاره سهولتونه برابر کړي. اما نهادهای امنیتی تاکید می‌ورزند که با آغاز روند ثبت نام رای دهندگان در ولسوالی‌ها نهادهای امنیتی برنامه‌های مشخصی را روی دست دارند. و در مرحله دوم وقتی که میریم به طرف ولسوالی ها و قریه ها، بعد از او باز مرحله دوم انشاءالله با تدابیر بیشتر، البته با پرسنل بیشتر، مراکز تامین امنیت خواهد شد. کوشش داریم که عملیات های محاربوی را در هر جایی که در اونجا تعدیدات است اونجا پلان بکنیم و پیاده بکنیم. این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که قرار است روند ثبت نام رای دهندگان در ولسوالی های کشور در 25 ثور امسال آغاز شود. دیده شود که این روند در نقاط زیر حاکمیت طالبان نیز آغاز خواهد شد و یا نه.
خبرهای اقتصادی تا لحظات بعد تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها خوش آمدید. حکومت باید با تأمین امنیت بیشتر جلوی منهدم ساختن پایه‌های برق را از سوی مخالفان مصالح دولت بگیرد. شمار از اعضای مجلس سنا میگویند طالبان با انهدام ساختن پایه‌های برق و تخریب پروژه‌های توسعه‌ای هیچ گونه فشاری بر حکومت وارد کردن نمی‌توانند، بل با این کارشان بیشترین آسیب را مردم افغانستان متحمل می‌شوند. طالبان نیمه های شنبه شب با منفجر ساختن یک پایه برق در ولسوالی دوشی ولایت بغلان جریان برق وارداتی تاجکستان و ازبکستان را به پایتخت قطع کردند. اکنون شماری از ولایت ها به ویژه پایتخت نشینان روزها و شبها را در بیبرقی به سر میبرند. اعضای مجلس سنا میگویند طالبان با تخریب پروژه های زیربنایی به ویژه منهدم ساختن پایه های برق هیچ گونه آسیب را به نظام کنونی در کشور وارد ساختن نمیتواند، بل با این کارشان نفرت مردم افغانستان را به خودشان بیشتر میسازد. به این چپک کردن یا انفجار دادن از این پایه های برق نی صدمیش برای عقل میرسه، نی برای پارلمان میرسه و نی برای هیچ کوی افغانستان میرسه. فقط صدمیش برای مردم افغانستان است. با عمل کرده وحشیانیشان پایه های برق تخریب کردن، انفجار دادن و امنیت در منطقه مختل ساختن تا بتانند که روشنایی را از کابل، ننگرهار و غزنی و قندهار و نقاط مختلف افغانستان بگیرند. از سوی هم مسئولان شرکت برشنا هرچند از آغاز کار بازسازی پایه منهدم شده و انتقال 150 مگاوات برق به گونه موقتی تا امشب خبر می‌دهند، اما تاکید می‌ورزند که مخالفان مصالح دولت نباید با منفجر ساختن پایه‌های برق مانع عملی شدن پروژه‌های توسعه‌ای در کشور شوند. خوشبختانه با پادرمیانی محسن سفیدان و بزرگان اقوام مختلف در ولایت بغلان کار ما امروز بعد از ظهر ساعت 2 بجه عملا کار ساخت آغاز شد و انشالله کوشش به این میره که ما به گونه موقت برق وصل بسازیم و امشب ما برقدار باشیم. نزدیک به دو هفته پیش نیز افراد ناشناس یک پایه برق را که سیم‌های برق وارداتی تاجیکستان و ازبکستان بر آن استوار بودند در منطقه دشت کلگه ولایت بغلان انفجار داده بودند. پیش از این مخالفان مصالح دولت با نشر آگاهی نامه تهدید کرده بودند تا زمانی که در مناطق زیر تسلط آنان به مردم برق نرسد اجازه نمی‌دهند که برق به پایتخت برسد. 900 خانواده پناهجو در ولایت غور از نور برق آفتابی بهره مند شدند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در شهرک مهاجرین ولایت غور که از کمبود آب، خدمات بهداشتی و نبود راه و جاده مناسب رنج میبرند، به 900 خانواده نیازمند آن شیشه های آفتابی توزیع نمود تا آسوده تر زندگی کنند. ادامه خبرها. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه امروز به گروهی از اعضای پارلمان روسیه که به آن کشور سفر کرده اند گفته است که حمله کشورهای غربی تجاوز است. خبرگزار رویترز گزارش می‌دهد هیئت پارلمانی روسیه نیز بر این موضع‌گیری رئیس جمهوری سوریه تاکید کردند. از سوی دیگر وزیر خارجه بریتانیا گفته است که برنامه تازه‌ای برای حمله بر موضع ارتش سوریه وجود ندارد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی امروز با هیئت بلندپایه وزارت خارجه چین دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز تا اکنون در مورد جزئیات سفر هیئت چین به پیونگ یانگ گزارشی منتشر نشده است. روابط میان چین و کره شمالی پس از سفر اخیر رهبر کره شمالی به بیجینگ بهبود یافته است. حال از سر انفجار یک موتر در نوار غزه دست کم 4 تن کشته و شمار دیگری زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز یک گروه مقاومتگرای ضد اسرائیلی در نوار غزه اعلام کرده است که کشته شدگان پیکارجیان این گروه بودند. با این حال این گروه جناحی را متهم به انفجار این موتر نکرده است. در حالی که هزاران تن در شهرهای گوناگون هند بر ضد تجاوز جنسی در آن کشور راهپیمایی می کنند، امروز یک مورد تجاوز دیگر در آن کشور گزارش شد.
با گزارش خبرگزاری رویترز در رویداد تازه یک دختر نوجوان در ایالت گجرات پس از آن که قربانی تجاوز جنسی گروهی شد به قتل رسید. این در حالی است که یک عضو پارلمان هند دو روز پیش در قضیه تجاوز جنسی بر یک دختر نوجوان بازداشت شده بود. رویدادهای ورزشی هم پس از میان برنامه کوتاه تقدیمتان می شود. و این هم چند خبر از جهان ورزش. تیم ملی نوجوانان تکواندو کشور با کسب سهمیه رقابت‌های 2018 آرژانتین از رقابت‌های قهرمانی تونس امروز به کشور برگشت. 12مین دور رقابت‌های قهرمانی این رشته به میزبانی تونس میان 120 کشور جهان راه‌اندازی شده بود که مبارزان افغانستان با کسب جایگاه 24م و مجوز حضور در رقابت‌های جهانی این رشته را به دست آوردند. قرار است رقابت‌های جهانی این رشته با اشتراک 200 کشور مشمول افغانستان در آرژانتین در سال روان راه‌اندازی شود. امیر حسین حسینی و بکتاج نصرت به حیث رئیسان فدراسیون‌های مویتای و ناشنوایان گزینش شدند. روند انتخابات رشته‌های مویتای و فدراسیون ناشنوایان امروز نیز از سوی نماینده‌های ولایات و تربیت بدنی پیگیری شد که امیر حسین حسینی با کسب 19 رأی تایید از سوی مجمع عمومی رشته برای 4 سال به کرسی رشته تکیه زد. همچنان در ادامه انتخابات فدراسیون ناشنوایان برگزار شد که بکتاج نصرت با کسب 8 رأی تایید برای 4 سال به حیث رئیس این فدراسیون گزینش شد. کار ساخت چمن مصنوعی ورزشگاه فوتبال احمدشاهی ولایت قندهار به ارزش 1 میلیون دلار آمریکایی آغاز شد. گفته می شود میدان این ورزشگاه تا 3 ماه به بهره برداری خواهد رسید. با آنکه گفته شده است پس از این به بخش ورزش قندهار توجه بیشتر خواهد شد، اما شماره از جوانان قندهاری از مداخله برخی از حلقات در بخش ورزش ابراز نگرانی می کنند. و تیم‌های فوتبال بارسلونا و منچستر سیتی در بازی‌های مهم فوتبال اروپا دیشب حریفانشان را شکست دادند. آبیانری‌های بارسلونا در بازی دیشب رقابت‌های لالیگا اسپانیا با نمایش تماشایی و نتیجه 2-1 در برابر والنسیا به برتری رسیدند و منچستر سیتی در لیگ برتر انگلیس بازیکنان تاتنهام را شکست داد. در ادامه رقابت‌های لالیگا اسپانیا امشب نیز سفیدپوشان رئال مادرید به مصاف مالاگا می‌روند. و این هم وضعیت هوای فردای کابل و چند شهر دیگر کشور. این بود خبرهای ساعت تقدیمتان شد. متشکرم از توجه و همراهیتان. اوقاتتان خوش. خدا نگهدار.